أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. دوست داشتم رو حس کنجکاوی خودم ببینم که حقیقتاً این اونیست که رواج داره. اگه کسی دنبال این باشی که دین رو بفهمه، این اونیست که الان توی محافل مذهبی، مسجدها، حیات اونها گفته میشه یا نه. اگه حقیقتاً کنجکاو باشیم و در بدر دنبال حقیقت، دین دقیقاً همونیست که تو محافل مذهبی گفته نمیشه. اصلا نمیخوام از کسی نام ببرم یا در مورد اون کسانی که به اسم دین همه چی میگن چیزی بگم، چون دنبال دعوا نیستیم. میخوایم ببینیم که حقیقت چیه، همدیگرم کمک کنیم برای اینکه حقیقت معلوم بشه. و همین جهت هم عرض کردم که داخل اون قرآن مخاطبش همه آدمان، یعنی جانی تنین آدم ها آدمه، تو آدمیست که حالا جانیه و جنویت به صرف اینکه کسی، چون اینجوری نمیگن. من یه وقتی به دوستان از گیرم، من خیلی منبر گوش میکنم، اصلا مرضم اینه. اصلا در چی میگم، این تعبیر تعبیر زشتیه. به من باید میگن خانواده مخصوصا به من بگیم این تعبیر رو توی کار نبرید، یا کرم منه، نمیتونم گوش نکنم. دو تلویزیون میشم باز میکنم چی میگن به اسم دین.
بعد دیدم که میگن مثلا انسان، بعضی آدم ها دیگه انسان نیستن، مثلا اینطوری بعضی ها مجوز میدن به خودشون که به هر کسی هر برچسبی بزنن و حرمتش رو مراعات نکنن، در حالی که جانی در این آدم ها خیلی حرمت دارن. به صرف اینکه حالا یه عمر، یه بار هم نمیم یه عمر جمعیت کرده، از انسانیت خارج نمیم. یه چیز بدیهی اینکه من بیدم آنه برم، چون بدیهیات رو زیرابشون میکشن. عمر انسان نمیتونه کاری کنه که دیگه انسان نباشه. هیچ کسی نمیتونه هویت خودش رو از خودش سلب کنه. انسان انسان و جالب این است که همون جایی که قرآن خیلی صمیمی با همون را که همه کار میکنن خواب و حقیقت میذارن، همه جور جنایتی کردن، همون را انسان انسان همون جوشی میفهمه این لحو خانه ولو من جهول رو انسان میگه. یه انسان خیلی به خود ازدور میکنه، خیلی هم جهالت به خلق میده و هرچی دیگه ولی بخواه انسان دیگه. و اینکه میگه انسان با اون چیزی که شبای قبل گفتن که خیلی با عظمت راجع به انسان برون هر من خودم اگر حقیقتاً از من اصلا کاری نداشته باشم، اینها من آخوندم و طلبه شدم و اومدم سالها تو حوزه بکنم، ولی خدا شنیده ای قرآن برام ارزش داره عزیزه به همین دلیل. هیچ کتابی مثل قرآن انسان رو ولو جامعه ترین انسان رو اینقدر تعبیده من ندیدم. حالا من نمیخوام همه این کتاب دیدم، ولی خب حالا بالاخره من آدم علافی هم تو این جهت که به چرخم بیدن و اینو مثلا کسی یک کتابی بهتر از قرآن انسان رو تحویل بگیره من نیدم. و این انسان هم همه کار کرده من یا آدم جلاد خوبی زیر نظر بگیره که میلیون ها انسان اگه بتونه میلیارد ها انسان رو میکشه، ولی نمیتونه از انسانیت خودش خارج بشه. کاری که میکنه کار انسانی نیست، ولی انسانی است که داره کار غیر انسانی. دقیقا مثل این که شما مثلا یه الماسی بیفته تو دستشویی حالا نجس میشه، ولی الماسی است که نجس شده. مثلا یه دوری مرواری افتاد تو لجن، ولی دوری است که افتاده تو لجن برای لجنی شد. رو این جهت برای خود من هر چی نگاه کردم احساس کردم خدای متعال برای انسانی که رفته تو اعماق لجن یه ارزش عجیبی قائله. همونطور که من و شما وقتی ببینیم یه دوری یه شیعی گران قیمت افتاد تو لجن، صرف نظر نمی کن سریع در جا هر چقدر بخواهیم بهداشتی عمل کنیم پوش دستیش دست میکنیم میریم تو اعماق لجن در میاریم و میریم یا چرا یا خدا تو هم میارزه میشونیم بهداشتیش میکنیم. بسیار همه هم میریم یه خانم گروبندش طلا تو دستشوی گفتن میریم آورزی بره دیگه نجیم چیم؟ چون فوقش این هستی دستیش بیاری اجازه نمیده کسی بدهی دستش. هر چقدر این گروبند
دستبند، انگشتر، گوشواره اینا حالو دید میگه میشونیم زده و خونش میکنه بسته آقیلا نشه و احساس میکنم این صراط مستقیم میشه قرآن میگه همینه که همه مردم عالم متوجه بشن بابا انسان خیلی گرانبها است و این تعبیر رو امام صادق داره بر اساس قرآن که میفرماید اثامنا به نفس نفیست ربه و لیس لها فی الخلق کلهم ثمن معناش این است که من هر چی گشتم تو مخلوقات تو چیزی که خدا خلق کرد، تو گرانبهاترین گوهرهای عالم چیزی رو که با انسان مقایسه کنم پیدا میشه بیان بهای انسان اگه بخوام بیان بهای انسان چیه؟ چیه؟ فقط میگم خود خدا که خلقش کرد بخوام بهای بردم، بهاش خوده بود من این کلام موضوعه اثامن و به نفس نفیست رب بها بخوام سمن و بهای قائل بشن براش فقط پرورده باش یعنی تو مخلوقات ولی سلم ها فی الخلق کله این سمن یعنی بهاش یه مخلوقی است مثلا میگم یه کره زمین پر یه کره یه الماسی به اندازه کره زمین این میشه بهای میگه نه به بهای انسان نمیرسه دلیلش هم این است که خدا میگه چی من خلق کردم کار منه چون کار منه ارزش نداره انسان که جای خودش بده اون چیزای دیگه ای هم که خلق کردم اونا هم چون کار نده اینا رو به خاطر گوه روی انسان خلق به کار انسان چون به کار انسان بیاد خیلی ارزش ده به همه اندیشه به کار انسان بیاد ارزش ده یعنی من خلق میکنم فقط به دلیل اینکه به کار انسان بیاد جبرئیل هم چون به کار انسان بیشه برسن دیگه جبرئیل به کار انسان بیاد چون به کار انسان بیاد من همه ارزش بود ولی همه چی ارزشی به خاطر انسان من به خدا حواسم فقط به انسان سیر نمیدونم همه چی به خاطر این انسان خواهد شما تو این وادی بریم سرخواهی میکنیم تو این آره و هم داد یا رو حق و تکلیف و این وزیری رو همه رو بریزید دور خیلی راحت فقط صفا میکنی توی عالم بعد هم بهترین کارای آدم هایی ناخداگاه اینقدر شارژ میشی اینقدر مست میشی از سر سرمستی همه کار میکنی فول فول یه دریا انرژی خواهی میشی واقعیتش این این هم چی نمیخم یا برای بیان که بچسبونم بماستونم نه قرآن که آدم نمونه قرآن میشه یعنی مثلا چقدر راحت روان سلیس یه جوری که همه متوجه بشن خدا رحمتش کنه یا آقای میگو اینقدر خدا تو قرآن استفاده عرض داده که من نفهمم میرم یه اثقال را بشه دید ملائشه این نیجای ما که لحظه خریفه من به یه فاصله کوتاهی اثقال را دید ملائشه اصول آدم با هیچ یه موجودی رو خلق کردم همه در مقابلش خوب خوبا ملک با همه قداستش باید در مقابل انسان رو میدونم خیلی میاد و در خدمتش مقرب ترین ملائک به کار انسان حالا انسان نمیخواد استفاده کنه اصلا بیشتر ما حالا خیلی چیزا رو ازش استفاده نمیکنه چرا شما حالشون ندیدید
انگیزه شده، حسش نیست. نعمت ها همجوری داره هرز میگیره. خداست اینجا اونا همجوری اوبرت نعمت ها رو برای استفاده نکنیم برای ما فرو میریزه. نعمت بارونمون میکنم، میکنم استفاده نمیخوام کنیم. من دوست دارم نعمت بارون بکنم. تو هم باید حرومش کنم، حرومش کنم. ولی بعدا خواهیم دیگه چرا حرومش کرده؟ سیار مثلا شما به یک کسی کلی پول بدی بعد همه رو همجوری بریزه تو جوب، بریزه تو چا استفاده روز نکنم. من میگه اینقدر روز دادم هر چه بعدم هر رو کنی پول بازم میدم. من کار خودم من که دست بردم ندارم از نعمت بارو کردن تو به خاطر که مثلا تو حالا نعمت ها رو از این استفاده نمی خوال نکن. اون مشکل خوده ایده و همون نیست که وقتی از نعمت های استفاده بعدا حال خودت گرفته میشی به خاطر اینکه میبینی نعمت فراوان به شما استفاده نکن وقت اعصابت خورد میشه. یا لئن شکرتون لازیدن نکن و لئن کفرتون ان عذاب بی لشدید. خیلی جایی نمیگم با عذاب میکنم و اگه شکر بکنی یعنی از نعمت ها استفاده کنی من بر تو می افزایم. حالا بگیم با این نعمت ها هی بری بالا. ولی اگر بیوستی رو در این کفر نعمت من نمیگم که لقو هم بگه این عذابی لش نمیگم من عذاب من کاری بود ولی این عذابی لش اون عذاب من عذاب ندارم. اون نتیجه ای که نمیگیری یعنی نعمت ها عرض میره تا استفاده نمیگیری اون استفاده نکردم تو رو معذب میکنم. کار من نیست مشکل خود. چون مثلا یه استخری که جون میده آدم شیرجه بزنه وسطش ولی اون رو همینجوری بهش کرده نعمت که آقای استخ اصلا تیره بشه و برای اون خب گاهی مثلا یه آبی به تن میزدی شیرجه این زدی مثلا حالش چون مثلا بهترین ماشین مدرن‌ترین فوق مدرن‌ترین ماشین در اختیار دارم بزنم آقا این سویچش شد مجموعه حسش نیمه برای اصلا تو یه بار این سویچ شد روشنش رو هم اصلا این نگاهی بزن نگاهی شد اصلا رام نرم حسش نیمه حالا شد. برای از این که حس نداری خود دارد یه مشکل خودت ولی در اون شب اول هم من نگفتم به این قانه اینکه گفتم بعضی ها که ما تغییرشون نمیگیریم به دلیل اینکه مثلا ثواب بیدارم میکنم مثلا این معتادی در اون مدر به طرف وقتی ازش میگه که تجربه یه زندگی میگه خدا خیلی معدل تا بهش ازش نخواهی تو زندگی شما دخالت نمی خیلی برای شما ارزش قائل احترام قائل تو زندگی شما خودشو قاطی نمید فضول نی نظر باقای تعبیر حالا برداشت اوست نگاه اوست ولی دمش کرد خیلی خوب فهمیده تا من میخوام آیا تو روایت شو بخونم اینقدر میتونم بخونم حالا هم میخوام باقای بشم حالا میگم او حالا رفته یه مورد یه چیزی بوده حالا آیا روایت زدید نه نه هرچی درش خواست خوشید بده بگید فلان چی میگه ولی قرآن خیلی برای جانی ترین آدم ها ارزش دیگه درسته این بدترین کارا رو میکنه و آلوده میکنه خودش رو به بدترین جنایت ها ولی انسانیست این شده باید نره انسان و گاهی مثلا میگم به یه آیاتی استناد میکنم دنبال این هم نیستم جواب بزن ولی میخوام توجه کنی نه این تفسیر میشه ترجمه میشه نیست که بلغ درم نال جهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها
لهم اعیون و لای افسرونه و لهم عبادان و لای اسمونه یه اولاقه که کل اما اون خدا گفته مثل چرا بعد یه بعد اون از بعد که گمراهتر خب بس گمراهیه نه که این بدتر از حیوان گمراهتر از حیوان قبول باشه الان چرا شما از حواسش نیم در این معنی که بگیم که انسانیتش از دست رفت اگه میشه اصلا غیر ممکنه تو بحث‌های فلسفی که خیلی ساده راجع به این موضوع صحبت میکنن که هیچ چیزی نمیتونه از خودش سلب هویت کنه انسان نمیتونه انسانیت از خودش بگیره هر کاری هم انسان و به هر دلیل که انسانه خدا میره کنم همه چیز رو به خاطر تو آفرید کل ملکوت رو به خاطر تو جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هر چی شدیدی شما از این ابزارهای اساسی آفرینش اینا همه رو خاطر تو خاطر کل روی تو منم و تو و خیلی میخوامت همه کارم برای کردن میگو ادامه هم میدم ولت هم نمی کنم دوست دارم بدون اینکه به فشار بیارم به آزادی تو به انتخاب تو احترام میگذارم فوق العاده تو خودت چیزی رو نخواهی من زده ولی کاری می کنم چون میتونم بلدم قلق دست منه که بالاخره تا یه مدتی حالا به خاطر کارهایی که دیگران کردن بخدرقی میکنی، اجازت میکنی ولی من حریف تو هست حریف دستن با احترام کامل یک کاری میکنم که خودت آزادانه بخوایی عشق کنی که بهترین کارها رو بکنی من عشق تو را اگه کسی دعای ابو حمزه رو خوب بخونه تشخیص میده من همه تون رو بدون فشار بدون تهدید اون چیزایی که میگم فقط توضیح دارم میدم که اینجوری میشه اینجوری میشه رو بعد احترام بایدم یه ما این کار میکنه خب اینجوری میشه اینجوری میشه راه نمایید بخونه ولی دخالت تو زندگی کنه پیغمبرش هم میگی هر جا پیغمبر حرص میخورد چون دوست داشت پیغمبر هم بی نهایت خیلی انسان میگه آلوده در این انسان رو دوست میگم شما چیه؟ میگریه میکرد فرامون به اون چه گریه میتنه بود رحمتن به اشتی ها برای اشتی اصلا اون گروه پدر اشتی عشقه رو چیه؟ پیغمبر نه کنی که بود من دوستشون بود آدم هم شبی اصلا واجهی شفاوت نمیدونم زیاد سعادت و شفاوت شفاوت این محرومی هست آدم که خودشو از نعمت رو محروم هم که از نعمت رو عرض میدونم استفاده دریا از کنار نمیدونم این همه مناظر زیبا اصلا نمیره ببینه و صفا کنه خودشو محروم کرد این محرومیت رو تو لغت عرب این شقاوت سعادت چیه؟ نعمت هست بیده خودشو بهره من شما از سعید و سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه این سعادت و شقاوت من این جالبی هم داره ولی خیلی بد معنا میکنه مثل همه چی من نمیدونم چرا که نه اینکه ندونم میدونم چون برام نداشتم خودمون بریم تفسیر کنیم خودمون برامون ترجمه کردن یعنی با این کلمه رو اینجوری بفهم بنی امیه و بنی عباس این بودم قاف که نبودم بیکار بشینن هر کی هر جوری دلش خواست بره سراغ آیات اون نه آیات اون رو با تفسیر میکنه هم بگیم با تفسیر میکنه شما بگیم قیده این نیست یه جوری هم چنبره زده بودن کسی نتونسته
فراتر از اراده اونا کاری بکنه. حالا یه وقت شخص رو نظر یه وقت یه جایی کسی از دستش در اونا دستشون در رفته این هم بیکاری کرده. دین همونیست که ما یه منی آمدی و منی عباس میگیم برگشت دین نیست. دین رو ما باید توضیح. ولی خیلی خیلی آدم آیات قرآن نگاه میکنه اصلا کاملا معلومه که معناش چیه ولی یه جوری معلوم میکنه فرسو هم شده یه جوری معلوم میکنه و از سعید و سعید هم توی بزن اون به شبیه و شبیه هم توی بزن هم یه جوری معلوم حالا ما دیگه تو هر فازی وارد بشیم من میگم که اون معنای ساده ای که همه میفهمن چیه بعد اون جبه همه جا گفته میشه یه چیز دیگه چرا؟ چراش معلومه وقتی دیکته میشه همه چی اینطوری اونی که دیکته میشه میخونیم قرآن برای انسان ارزش فوق العاده قائل میگه همه چی رو دیگه تو حدیث قدسی داره میگه خلق تو اشیاء لعجه اما خلق تو کل لعجه تو رو به خاطر خودم مفرد اما همه چی رو به خاطر من هم تو هر چیز با ارزشی تو این عالم با ارزش تره ها کل ملکوت در خدمت تو وظیفه شونه بیان به تو سرویس بدن مفت و مجاز امیر المومنین سلام علیه تو نهج البلاغه راجع به این آیه شریفه که از قال الله ها ولی از خدا به آسمان ها و زمین گفت ائتیا طوعاً او کرا خدا به امیرون خیلی واضح تو نهج البلاغه میفرما خدا به آسمان ها و زمین گفت به این انسان سرویس بدید خواسته یا ناخواست یعنی اثر رغبت یا ناچاری شما بمشید آسمان و زمین رو آفریدن برای اینکه به انسان مفتی سرویس بدن خواسته یا ناخواست ولی خودشون از جان و دل آسمان و زمین میگن مگه جون رو دل دادن آره جون همه چی جون رو دل داده ما حواسمون آسمان ها و زمین از جان رو دل گفتن اتینا طائعین ما در خدمت انسانیم مشتاقانه عاشقانه نه اینکه حالا تو چون تو گفتی چشم نه نه ما خودمون عاشق انسان آسمان ها و زمین عاشقمون ما اینا رو نمیدیم و بگیم چرا حالمون خوب نیست و دوباره حال خوب میگرده یا همه همون غیر سوره حال ناب حسن حاله که تو دعای پیغمبر اکرم تو ماه نزد اللهم غیر سوره خدا ما حالمون بده حالمون رو خوب کن ما کیف نمی کنیم ما کوچ نیستیم کوچمون کن خدا میدونه من میخوام به همه چی به خودتون چی میدونی تو پوچ نمیشیم برای چی؟ یه واقعی یه جور دیگه میگن حرفای تو یه جور دیگه معنا میدن خب من که اونی که گفتم معلومه برای شما معنا نیست که خودتو بسپاری به دیگران یه جایی تهران خیلی ساله بیشه مسجدی منبر میرفتم همین حرفا رو میزدیم اومدم پایین یه چند تا بیره مردان نشسته من بودم که ما شه نمیدونیم شما آخوندا هر کن تو یه دوی حرف میزن ما نمیدونیم عقل همون دست کی بدیم گفتم که اگه ممکنه عقل از اون دست هیچ کی نده عقلتون دست خودتون باشه هر کم هر چی گفت ببینید عقلتون چی میده ولی عقل رو دست کسی نده چرا میخوام عقل همون دست این همون بیده دیشب از کم دیگه یکی از سرداران چیزی پرسیدن از کم بنا نیست ما سر سپرده یک کسی بشیم خودمون رو به کسی بسپردیم خودمون رو من به اولی دستور حقیقتی ها تو همه تون کار گذاشتن برو خودت بگیدم
چرا به این اون اعتماد به هیچ کی اعتماد نکنی؟ به هیچ کی؟ به هر کی اعتماد کنی؟ چون بشر اشتباه میکنه، ولو غرض هم نداشته باشه یه وقت میدی سرت کلاه. چرا اعتماد کنی؟ این دستگاه حقیقتی هم که خدا بهت داده فعالش کن، حقیقت رو بده. بعد متوجه میشی که بابا خیلی ارزش میدن. میگم از شما اول بودیم این دوره اینجور روشن کبیر گفتن بخور بگه خدا رو میگم من اینجوری هم، من یه چیزی مثل من با این خصوصیات تو رو خلق کرد. دیگه شما الان یه شرکتی یه برندی خیلی مثلا تو دنیا مطرح معروف یه سیستمی رو میسازه، هر چی شما با کالایی اون شرکت آشنا میشه هر چی توضیح بده بخواد بگه اینی که تولید کرده خیلی خوبه. ما اینی بود خدا تو قرآن هر چی راجع به خودش میگه فقط بخواد تعریف بکنه از انسان. هر چی خدا راجع به خودش تو قرآن گفته به خاطر انسان که ما بفهمیم خدا میگه من با این خصوصیات تو رو خلق کردم، پس خودت رو دست کم کن. تمام این هزار یه اسمی که خدا این دعا رو خود خدای متعال هدیه داده به پیغمبر اکرم که به مردم بگو که اینجوری من رو صدا بزن. و این در چیه؟ توضیح شخصیت خودشون. یه همچین کسی شما رو خلق کرده و همینجوری سرسری سنبل کرده شما رو، اینقدر آبشی و درب و داخون رو در پیتی آفریده، اینجوری همین دیشب یکی از سروران میفرمون که این آیهش بودن آیهش افحسب تو من نما خلق ما کن نبتا من رزم خلقت ما اینقدر عوض بیهوده. خب ما از کلاس خودمون پایین نمیدیم. من انسان ببین راجع به خودش به محض اینکه راجع به خلقت انسان بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقی احسن الخالقی احسن المخلوقی تک تک ممیده، یعنی صحبت صدام و هیتلر رو چرا هر کیه شما تو ذهن خودت مثلا به نظر میاد خیلی منفی، من اینجوری فکر نمی کنم. ولی خب حالا دیگه اینجوری مرسوم شده، یعنی از بیا ما راجع به داستان غور خدا خیلیشون بده شعرهایی که تو این زمینه شعر گفتن. میگم ابی عبدالله بهش گفت تو بدی کردی ولی بد نیستی. ای چطور بس دیگران وقتی بدی میکنن بد میشن؟ هول این وسط مثلا تافته جلو بافتن؟ بله همه انسان ها بدی میکنن ولی ما بد تو عالم نداریم. بله کاملت میکنن بدی وجود داره، انسان بد وجود نداره، بدی وجود داره، انسانی که بدی میکنه. ولی بله نه مبد خدا میگه من بد نمیام. تا آخرم وقتی چیزی رو بعد نیافریدم تا آخرم بعد نمیشه، بعدی میکنه ما یه عمرم بعدی میکنه ولی بعد نمیشه. چرا؟ چون شخصیتش عوض نمیشه. یه شخصیتی به انسان دادن خیلی عجیب. و همچنان این شخصیت رو با خودش داره. به همین دلیل هست که بعد ببینید با یه عمر و یه روز پشیمان میشه، اون شخصیتش فعاله که به پشیمانی میکشوندش. حالا کار داره با ممکنه حالا هم پشیمان نشه ولی میشه. اون نفس ملامتگر درونیش عذاب وجدان. عذاب وجدان باید چیه؟ بگیم نه بعضی ها عذاب وجدان هم نداره. خب الان نداره تا آخر اینجوری
خاطر همین قرآن راجع به قیامت میگه لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس لوامه. قیامت چی میگه؟ یه چشمش هم نفس لوامه عذابش دون عذابش دون چی؟ مثلا کسی رو داره محاکم نه طرف خودش کاری کرده خودش داره خودشو محاکمه کنه تو عذابش دون اینجوری دیدی کسی که نیستی تو خودشه فهم ها میخواد بخوابه یا میخواد بشینه شبه وقتی خلوت که شد خودش با خودش که تنها شد عجب کاری میکنه چی داره بهش میگه که عجب کاری کرد خودش خدا میگه میگه همچی کسی داره بگه این موجود خیلی با هم این خرجش کردم و میکنم که اصلا به عقل احدی به خاطره هیچ کسی خطور نمی چیا من برای انسان در نظر گرفتم خودم فقط به همین راحتی نمی من عرف نفسه فقط عرف عرف اگه چیزی خودشو شنا خدا رو جمع کنم اگه چیزی خودشو نمی نمیدونیم چه عظمتی هستیم حواسمون نیست سو هم تمیم خودمون رو گم کردیم چون خودمون رو گم کردیم همش هم پکردیم پیدا کنیم شارژ حجم چرا میگیم چون من میگه من که نمیدونم کلاس رو ببینیم او منو خلق کرده او بعد خلق عیار بالا همه رو عیار بالا آفرید اگه بگیم مثلا آخر عیار همون 24 زمین طلای 24 عیار دیگه بالاتر دیگه ندیدیم که همه 24 عیار هم خب یه کار آبا کارا رو که بگیم یکی مثل جناب بابا الان شما اولیا و پروردگار در مقابل مقابل خب علی عبدالله کشفش کرد ما بودیم که کشف نمی‌کردیم ما بس بقیه الان یه کسی یه تو به ما بگه ما اصلا یه آدم حسابش نیم ولی شما بگید دین چیه؟ دین اون نیست که عبی عبدالله داره عبی عبدالله در مورد حب یه وقتی که اومد به عبی عبدالله با ما معنی ادب معنی ادب چیه؟ ما ادب رو عموما اینجوری معنا میکنیم آسه بریم آسه بیام به اوتو کشیده سانتی مثلا خیلی با کلاس این میشه ادب عبی عبدالله همه بده معنای ادب چیه از خونه اومدی بیرون هر کیو دیدی احساس کنی از تو بهتره هر کیو یعنی شما هم دیدی احساس کنی از تو بهتره این میشه ادب یعنی شو عبی عبدالله نسبت به همه ادب حالا کاری نداریم بعدا میگم یا آقا نمیدم گفتن خب میگه هر چی گفتن تو باید باورت بشه علی عبدالله که معنای ادب اینه من خودش نداره این ادب که مثلا بیاد به بار میگه سکلت که اون مک بعد اون حریم داره بهم میگه که شما راجع مادر من گفتی من راجع مادر شما نمیگم یه حرفی درست کردیم از علی عبدالله خیلی مؤدب‌تر حواس من نیست اصلا خودمون نمیفهمیم چی میگیم ولی همچی گفتن برامون دیگه ما میگیم اما ادب اینه از خونه اومدی بیرون هر کی دیدی احساس کنی تو بهتره لذا با عمق جانت از ته دل براش احترام کن چون احساس کنی تو بهتره این احساس هم احساس صادقانه است یه حالا کاراش نیست کاراش مهم نیست آخرش چی میشه هر خود فعلا دستشو بل کرده این بخور زمین ولی همین زمین بخوره که بخوره نه آقا میخوره زمین بعد انگیزه من میشه که ما میشه انگیزه بده این تو نخوره زمین انگیزه بده ما این رو نمیدونیم ولی یه آقا بله بعضی با یه گناه انگیزه من میشن بعضی با یه آقا گناه ولی به نخره خاصیت گناه اینه وگرنه که مثلا به چه دلیل خدا اجازه بده من شما گناه
به انسان آزادی داده، میگه که این آزادی من خودم میدونم چه دردت میخوره، چون به دردت میخوره بهت دادم. میری هر کاری میکنی ولی من میگم عجب کاری کردی، عجب کاری کردی. وقتی آدم به خودش میگه عجب کاری کردی، خیلی کار رو بکنی خوب جارم سر چه ما که پشیم خودم میگم متوجه شدی چرا آزاد قرارت داده و این آزادی چه ارزش داره. حالا تو شب 19 و 21 ان شاء الله حواسم باشه به یا امیرالمومنین ابن ماجه بولا که من خوشی کار تو بکنم چه کار کنم؟ اون تو تصمیم گرفتی من رو بکشی؟ نه دادی؟ نه آقا شما نبرد همچی کسی رو خواب بیدار کنی که باشه هر غلطی میخواد. خوال شما اینجور تشخیص میده، امیرالله اینجور دیگه تشخیص میده. اما اون اند حکمته، اون میفهمه داری چرا میکنه. من مقاسم، من حکمت سر در نمیده. همیشه نه نمیشه اینطوری. یعنی چی؟ اینجوری که سنگ بسنگ بند. چرا آقا اینجوری سنگ تو بخواه بسنگ بند بشه؟ یه معماری مثل امیرالمومنین میگه اینجوری یه بنای مستحکم درست. هر جا میخوان برج بسازن اولش حفاری میکنه. ولی جای چیزا همین پایین میاد، به هم از اینکه میخوایم بریم بالا میریم پایین. ولی این چه جوری میگه این اند حکمتش ما حواست تو حواست نه شد بریم. خیلی عجیب غریب خدا انسان رو آفریده، بهش هم آزادی داده، هر کاری هم میکنه همچنان انسان هست، ولی تمام کارهای غیر انسانی عالم هم انجام داده. انسانیست که تو دلتون بخواد کارهای غیر انسانی کرد. خب بعدش بعد داریم آره بعدش کسومه ما آزاد خب بعدش کاری خدا میرمش فرصت دادم آزاد قرارش دادم. یعنی این همه به پیغمبر میگه لو شاء الله لجمعهم على الهدى. پیغمبر آره تو همه رو دوست داری، درستش هم همینه، ولی این دیگه ان شاء الله تهدی من احبت هر چی دوست داری هدایتش کنی اینجوری هم نیست. یه کسایی رو هر چقدر دوست داشته باشی هدایت کنی هدایت نمیشه، این دست توه، هدایت دست من. ان علینا للهدى این نکلا تهدی من احبین آیه قرآن ما این نکلا تهدی من احببت اونی که تو دوست داری هدایتش کنی اینجور هر که دوست دارم هدایت نه اینجور هدایت هست امکانات ریختم آزادم قرارش دادم. این آزادی عمل رو خیلی حکیمانه بهش دادم. همین آزادی حقیقت وجودش رو شکل میده، بعد رشدش میده. همیشه الان مثلا حالا ما ها تو یه ذرهش رو متوجه میشینیم، مثلا میگیم خب بالاخره با آزمون و خطا دیگه، بشر با آزمون و خطا میشه. پس خوبه. چرا؟ چون آدم خطا که میکنه متوجه میشه که دیگه نباید این مسیر رو بیره. چون تو خطا سر آدم به سنگ میکنه. اینقدر مسیر رو هر مسیری رو میریم میریم سرم رو خور بزنه آخری سرات مستقیم پیدا هر بشر با آزمون و خطا سرات مستقیم پیدا بود. خودم میگه من فرصت دادم شما یه آزمون خطا بکن. حالا یه وقت خودت هی آزمون و خطا میکنه، یه وقت از آزمون دیگران استفاده میکنه، اونا خطا میکنه شما یه خطا میکنه. حالا خواستیم خودت تجربه کن. حسن نمیخواد حسنه شو داری که بیراه بری برو. خیلی جالبه یه بند خدای آقا دیش عبی عبدالله گفت اذنی به کلمته این با آقا حسن سخنانه دو تا کلمه تبسولی این دو دم در مورد پیغمبر با همه اسلام توی یه کلمه فرمون اصلا نشو آقا و عبی عبدالله آقا اذنی به کلمته این دو تا کلمه بگو ما بار ما رو بندیم حسن همون باشه فهو من حامل امرا به مسئله خدا فهو افلت رمایت رو اصلا رمایت اما تو هر آرزویی خواهی داشته باشی داشته باشی و
برای رسیدن به آرزوان برن که به آرزوان برسی، زودم برسی، گناه هم گناه هم همین کسی مسلمه با همه میدونم گناهی بودن، هم که بیان آقایون توضیح بدن که چی گناهی، نه نه گناه معلومه چی بود، همه میدونن، از همه ها حجور ها بودن با دروغ معلومه گناهی، بحث نداره که بیدن توهین کردن معلومه گناهی، فوش دادن معلومه گناهی، فوش رو بیدن شکوه معلومه دیگه. همین دو راه رو گفتم برای اینکه به آرزوات برسی زودم برسی گناه نکن، چون راه طولانی میکنه، هم به آرزوات یا نمیرسی یا دیر میرسی. تو اصلا به همین دلیل میگن گناه نکن، چون به آرزوات نمیرسی و حیفه به آرزوات نرسی. آقا من نمیخوای به همین آرزوات برسی، خب همین خوبه دیگه، و یه مسیری که تو رو نمیرسونه به آرزوهای دیر میرسونه نرو، جان من، جون مادرت، برو کار زیاد میکنی برای خودت، راه و طولانی میکنی برای که چی میدونی؟ میگه از علاقی و سرگردانی خوشت میاد، چرا بایدی خودت رو علاق؟ نه یه مسیر اطلاعات مستقیم چیزی میشه به دست بیاریم دیگه باز مخطی بزا پرست دادن ما هر خطایی میخوایم بکنیم ولی خب وقتی خطا کردیم سر رو بزن میخوره این سر بزن بردن که خوش مزه نیم سر رو بزن میخوره به نتیجه نمیسیم و یه رای دیگه این نشد باز یکی دیگه باز آقا همون اول برو اطلاعات مستقیم یه مسیری که مثلا میگه یه دورو بگیری وسطه مشکل هم میگه نه دورو بارم رو مثلا نشید اشتباه میکنم برای هم پیغام هم نجاتو فسد نجاتو راست بویی بعد حلاکو فلکه دورو بگی را تو طولانی میکنی علاف میشه ازار جور خودت به خود بس این که حالا اینی که حالا ایشون فرمودن بالاخره آدم ها هر کاری میخوام بکنم میدونم یه چیز میخواستم بگیم پلید میخواستم هر به شما رو بزنم پلید میدونم چرا پلید چرا نه حرف خوبی بگم حالا یادم بدون انسان برای خدای متعال فوق العاده عزیزه و برایش احترام هر چون میگه همه چی رو به خاطر شما انسان آفریدن به آزادی تو هم احترام ولی به پیغمبر هم میگه لو شاء الله لجمعهم على الله اگه خدا میخواست آزادی نمیداد همه ناخودآگاه جبرن مسیر درست بود ولی ما نمیخوایم میخوام آدم ها خودشون انتخاب کنن خودشون بخوان هر خودش خواست اون به ارزش داره میخواد یا نمیخواد این که تو احوالات پیغمبر هم داریم که پیغمبر هیچ کسی تو رو درواسی قرار نمیدن همه با شرعت بودن خیلی عجیبه با همطور که آدم تو خلوت هر کاری دلش میخواد بکنه میکنه پیغمبر این کاری کرده بود طرف وقتی باهاش بود هر کی با پیغمبر رو احساس میکرد راحت میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه که میگم تو دروازی با پیغمبر این کارو نکنه گفتم یه وقتی شاید اینجا هم شاید گفته باشم که پیغمبر رو بدترین مردم کسی که مردم باش راحت نباشه باشون دروازی نشته باشن بدترین آدم ها اینا مثلا دیگه باشیم نه بالاخره بچه باید از پدرش از دیگران مثلا حساب ببرد چرا؟ یعنی این فرمولا چی میگه که باید حساب ببری؟ چرا؟ به عمر هم بود که شر و ناسه من تو کل بفرده
بدترین آدم ها نیست که مردمش راحت نیستن به خاطر او خودتون رو زحمت میدید. باز توی رو بدید فرمو شر رو ناسه من اکرم و ناس اتقاع شره و بعضی وقتی میان مردم ازشون حساب میبرن و تلاف میکنن. فرمو بدترین آدم ها اون کسی است که مردم احترامش میکنن از ترس اینکه یه چیز بالشون کنه، یه تیکه این مطلقی بالاخره بهشون میشن بدترین آدم. یعنی آدم شما گفتی اصلا ما بد نداریم، من بدترین آدم هم اینا بدترین کار هاست. یعنی میخوام بگیم اگر ما حالمون این شد که اجازه ندیم آدم ها کاری که میخوان بکنن میشیم بدترین، یعنی بدترین کار رو کردیم، بدترین شرایط رو فراهم کردیم. یعنی انسان انسان همون دیکتاتوری که این کار رو کنه چون انسانه، یه انسانیست که داره دیکتاتور. ولی انسانیتش نمیپره چون انسانیت پریدنی نیست. حالا وقت تو این زمینه هم خیلی چیزا مثلا آقا مثلا قرآن میگه که کنو گلدت هم خواسته این اینا معناش چیه و اینا من میدونم این چیزا رو خوندم و خواهدی درست معنا نمی کنم و یه چیزایی میبافن که از آدم تعجب میکنه. چیزی بخواهدی بفرمایید؟ ها؟ بفرمایید جمعه که فرمودید بذاری مثلا هر کاری دلشون میخوان بکنن بکنن در تضاد نیست با یکی از مسادیر امر معروف و نهی از منکر خود نهی از منکر. نه بذاریم هر کاری بخوان بکنن. آره خیلی خوب باری شد. ببینید بعد بفهمیم معروف چیه منکر چیه. منکر این نیست که انجامش نه، منکر اون حالشی اگه بهش آزادی ندیم حالش خوب نمیشه. چون الان رفت نگهد میشه دستگیری، الان شده مچگیری. دستگیری زمین تا آسمون جهنم تا بهش با مچگیری فرق داره. شما هم دستگیری کنید، یعنی کمکش شما درست بود. پیغمبر که اجازه میداد هر کسی در مقابلش هر کاری رو انجام بده چون دستگیر بود. و حالا جالب اینه تو دعای ابو حمزه خود امام مصطفی به خدا میگه یه خدایا اگه تو از اونا بودی که تا دست از پا خطا میکردم میزدی شب رو بلند میکردی خیلی کارا نمیکردم، ولی من تو خلوت تو رو هم خیلی قبول دارم همه کار میکنم. میدین چرا؟ در بخاطر اینه که تو احوان و ناظرین هستی، یعنی برای من اهمیتی خیلی برای من خیلی اهمیتی، ولی چون خیر و ساترینی منم پررو میشم در کمال پررویی همه یه رو برای میکنم. اگر مثل آدمایی که جستی میگیرن و اگر کاری دست از خود خطا کنیم و وقت هو میکنن آدم و اگه بودیم منم دست از خود خطا نمیشم، ولی من با تو که هستم دست به هر گناهی میزنم. نه به خاطر اینکه تو احبن و ناظرینی، نه به خاطر اینکه بلعنک خیر و ساتر از بس پرده پوشی بهترین پرده پوش هستی. یعنی آبروداری میکنی دیگه، چون آبروداری میکنی من پر روی میکنم هر کنم. اگه آبرو دار نبودی نمیکردم، آبرو میخواستی بس بقیه جار بزنی نمیکردم، ولی چون میدم آبرو داری میکنی منم برو میشم من میکنم. خب من این چیه؟ بگه اون نمیدونی دل چی میشه، اینجوری من عاشقت شدم و اون عشقت من رو بالاخره را میدازه. اگر شما به آدم ها آزاد بدی، آزادی بدی، عاشقتون میشن. بخواد بعد به خاطر عشقی که بهتون دارن، مسیر رو درست میدن. خاطر عشق. نه تو رو دروازی و بعد که آروم آروم کسی هم که همه رو تو رو دروازی قرار میده منفور هم. آقا جمع کن اومد، فلانی اومد.
همین مثل بچه آدم معدب بشینی فلانی اومد دیگه ایش باید میشیدن همم جمع اومد بازم این اومد آقا اصلا میشه یک کاری دونی نیاد حالا باید سرمی زورگیری مواجه شده چون چند نفر یکتر دیگه نمیخر بخواهم حضور بیسی دیدش بگیرم خب چه اکس بودم باید میتونم در شما خواسته بود که در مقابل اون زورگیری چیکار کنیم؟ هیچ فعلا هیچ چون این آدم زورگیر خیلی کار داره نه که ویلش کنیم یه وقتی از این کسی آمد در خونه ما خیلی سال پیش گفت ما یه جوانی از سر کوچه وای میسه اون سر کوچه ما این مزاحم ناموس مردم اون وقت اصلا بدجوری چشمونه اون وقت اینجوری بهش گفتم یه دو سالی کار داره گفتم نه تو معلومه تو نبیدم بهش بگم خیلی احترامم کنه اگه نگه مگه فضولی به تو چه مثلا بگه که آنجا چشم میره سر اون کوچه وای میسه به احترام من دیگه اینجا وای نمیسه میره یه جا دیگه وای میسه یعنی من مشکل رو هل دادم سر اون کوچه حل نگرم خواهی حل کنم دو سال کار بازم نمیگیرم نمیگم برای اینکه نکنم کار چشم یه کاری میکنم ولی دو سال طول میکشه کار بود یعنی اصلا برای چی سر کوچه وای میسه چرا؟ به چه دلیل؟ بدون تو نخش دیگه چرا آقا این جوان متاسفانه با اینکه متاسفانه نده متاسفانه شهوت داره متاسفانه جوانه متاسفانه جوان سالمیه غریزه داره غریزش فعال شد متاسفانه حتی همه بی متاسفانه داره متاسفانه خود به اینجوری خلق کرده چه تأسفی داره من یه وقت بودم آقا شهوت خیلی مقدس همه آقا شهوت مقدس آقا کاریست که کاری که خدا کرده با مردم مقدسه چرا کار بده خدا من یه جوری آفره الان شما یه بچه ای مثلا دختر پسر تو سن بلوغ که قرار بگیره علائم بلوغ رو ازش نبینن همه میفتن به دکتر و این طرف و اون طرف و داخل کشور خارج کشور زمین و آسمان میدوزن که این شهوتش فعال بشه چرا شهوتی خوب نیست کی گفته خوب نیست اصلا شهرت نباشه که همه چی رفته به هوا زندگی ها با شهرت شکل گرفت احساسشون بود غریزه جنسی نبود اصلا کسی تشکیل خانواده نمیدون پس غریزه جنسی خیلی مقدر آره هنده به داستان بود نه اینکه یه ذره هم خیلی هنده به داستان شهرت هم خودم حالا این چرا با نسل میشه باشه خب خوشبختانه جوان سالمیه نه متاسفانه و نیاز داره نیازش هم به اصلی تعمیم کنم کسی دنبالش که نیست به این آیهی که همه آقایون مرزون شده تو مراسم عقد میخونن تشریفاتی تشریفاتی میخونی که به انکه خلا ایام آمین کن بس این به انکهو میگه نمیگه به انکهو طلب ها میگن که باب افعال داریم سلاسی مجرد داریم اگه من که بود میشه سلاسی مجرد اما میگه ان که بود نمیگه برید ازدواج کنید میگه برید ازدواج بدید کیا شما که خریدتون از پر رد شده او آقا شما خرید از پر رد شده شما الان مشکل ندارید شما الان سیر شدی ولی اونی که گرسنه است گرسنه است از چی شدی؟ و ان که حل ایام آمن کن و صالحین عباد کن و امام کن برید آقا اصلا نذارید هیچ کسی پشت درهای بسته باشه نذارید برید دست شو بگیرید کمالیشون ازدواج کنید تو هر شرایطی ای یکون و فقرا ایمون ایم الله من فضله و الله و باسمون علی که حالا خیلی حرف داره این آیه و آیه بعدش چه جنجال هایی هم شده تفسیر بلا این آیه چیه این آیه با آقای بعدی میخونه نمیخونه با هر واردش ولی قرآن گفته که آقا هر کی خرش اپر رد شد مشکل شهوت و غریزه جنسیش حل شد تعمین کرد اشباع که خودش رو ارضا کرد با اونا که همه پشت درهای بسته هستن یه توجهی بکنه به دست اونا رو بگیم رفته بگیم
همچنین میگیم آقا حضرت لوط الان امیر و آله و علیه السلام دید که قومش دارن کار ناجوری سراغ جنس موافق میرن، رفت دختراشو عرضه کرد، گوها اولائه بناتی ان کنتم فاعلین. این دختره ما شما چرا میگی سراغ جنس موافق؟ خب جنس مخالف هست دختره ما، شما این کور رو این دختره چی هم حاضر این کار رو بکن؟ خوی خیلی این چه از آجا ناجود ناجود این از ادو بسه این خبتی بوده کرده این کار خوبی خواست نجات بده دیگه. چرا؟ چون یه جوانه بیراهه رفته. خوب باشی تو از بیراهه روی نجات بشی. حیفه با یه انسانه، انسان خیلی هرده خدا تمام ملکوت رو بکنه انسانه، خدا تک تک آدم ها با انسان ها خیلی ارزشمندن. هر کاری هر جوری هزینه کنیم کمه، هر مقدار هزینه کنیم کمه. این میشه دین که نداریم، منم ندارم بقیه هم ندارم، ولی به همه رکتم داشت همین رو نداشت. انبیاء به اندازه ای که با پیغمبر نزدیک بودن داشتن. اینا میشه دید برای کار داره. خب برای دو سال حالا جواب تو زوقش که نمیشه، تو زوقش بزنی آقا جلیم آقاشون بعدن هم خودت هم او بیبردازه کار زیاد میکنه. بریم به جوانی بگیم که من یه نصیحتی بهت بکنم، ببین من چند تا پیلم بیشتر از تو پاری کردم ولی از من بشنو. اینا اصلا پیغمبر این کار رو نکرد. ببین اینجور به امام ببینید اینا من نمیدونم گفتم اینجا آقا یادم نمیدونم جا گفتم اینا به امام رضا اومدن گفتن آقا فام بعد از فامیلای شما این کارای میکنن. حضرت امام نصیحتشون کردن گفتن بله حضرت امام من هیچ کی نصیحت نمیکنم. گفتن چرا؟ اما نصیحت و خشنه، نصیحت خشن، من هیچ کی نصیحت نمیکنم، نصیحت زبره. ببینید اینجا آقا چه کاری کرد؟ این زبره نمیکنه. آقا چیکار کنیم؟ امام صادق فرمود کون و دعات الناس به غیر السنتکم، به اعمالکم، به اخلاقکم، همون با غیر زبان درست عمل کن و یاد بگیر. انقدر درست عمل کن یاد بگیر اگه میخواد یاد بگیر، اگر کسی یاد نمیگیر. یه راه وجود داره، درست عمل کنی همه راه میفته. خدا رحمتش کنه آقای محترم، میفرمود یه دونه انسان پیدا بشه خودش رو آباد کنه همه به عوض میفتن آباد بشن. شما یه ساختمون ببینید یه جا طرف درست کرده شیک جالب جذاب که میشه ما بکنیم اینجوری بسازیم آه همه رو بندازیم یه خونه آباد بساز همه رو میفتن به خونه اونجوری که تو ساختی. وقت تو از خودت یه خونه آباد بساز همه آبا دهن رو را بزنیم چجوری اینجوری جالب جذاب شده و جالب شده. بگرد امام رضا من کسی رو نصیحت نمیم. حالا این الان من میگم هم یا قرآن گفته که مثلا اولید و انعن صحب یا مثلا اندیل خب ناس همون همین قرآن رجوع بزنی از انبیا بوده. انبیا تا امام رضا خیلی کار دارن ها در من قرآن خوندن یادم میدونم ولی انبیا تا امام رضا خیلی کار دارند، خیلی مسیرشون طولانی. امام صادق فرمود ما یه حرفایی میزنیم ما اهل بیت، انبیا هم تحملشو ندارن، انبیا مرسل ملائکه مقرب تحملشو ندارن. گفتن آقا کی تحملشو داره؟ فقط خودمون تحملشو داریم، کسی که یه خون تحمل کلاس ما ملائکی آقا تقرب پروردگار اینه. خدا میگه نکن من الان همه را آزاد گذاشتم هر کاری بود کسی به من نزدیک بشه این خود من میشه همه را آزاد بزن دیگه. هم یه کسی مثل ابن ملجم میخواست اعمال اختیار نکنه، آزادیشو اعمال نکنه. حضرت صداش دارم باشون 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 یکی کاری میخواستی بکنم باشون چه کار به من چیز پیش کار داری؟ باشو
چه مثلا خود دور خواب زدی که مثلا چی با من رو درواسی بودم؟ خب هم نیاره یه روزی تو بخوای با من رو درواسی داشته باشی و کار اصلی تو انجام ندی، بچه تو چون ساخته نمیشی، تجربه نمی کنی، تجربه که بشر نکنه یعنی آزمون خطا نمی کنه، آزمون خطا که نکنه صدق مستقیم برش معلوم نمیشه، این مشکلی او خیلی کار داره. یعنی تو این فضا بخوایم حرف بزنیم که تو صحبت چی دوازم اون ساعت من رو بشه، من یه وقت رو به اون نگاه میکنم یا به این نگاه میکنم ببخشی نه من کار شما سر خودم نگوشدم دارم که اون ساعت طرفدار منه تو علم بایزه همه یه پی بیده که تو پایی ببخشی دارست نمیشه خیلی حرف بزنی من این شدم بازم عذیتتون میکنی و صلی الله علیه و سلم محمد و آمین.